هر محصول دنیای سرگرمی اگه در دنیای امروز حتی به موفقیت‌های کمی هم دست پیدا کنه، باید منتظر عرضه چندین و چند دنباله اصلی و فرعی از اون باشیم. اما بعضی وقتا بازیایی که واقعا شایسته ادامه پیدا کردنن خیلی ساده فراموش میشن. در پلی پاد تیوی همراه ما باشید تا بازیایی رو معرفی کنیم که برخلاف نظر سازنده هاشون ما دوست داریم قسمت دومشون رو هم در آینده ببینیم. بلادبورن امضای آشنای سری سولز و آقای میازاکی رو به قدری خوب روی نمایشگر گیمرها به تصویر کشید که به سادگی نمیشه فراموشش کرد. همچنین نادیده گرفتن نسخه دوم احتمالی این بازی هم همونقدر سخته. حالا بعد از گذشت نزدیک به یک دهه، مخاطبای صنعت ویدیو گیم دلتنگ بلادبورنن و درک نمی کنن که چرا خبری از نسخه دوم این اثر تحسین شده نیست. Shadow of the Colossus. سادگی بکار رفته در Shadow of the Colossus اونو به یه اثر مستقل از زمان تبدیل کرده. با وجود اینکه نسخه بازسازی این بازی در سال 2018 عرضه شد، اما این بازسازی آتش طرفدارا رو فروکش نکرد. برعکس، حالا بعد از گذشت سالیان سال از عرضه نسخه اورجینال، گیمرها بعدشون نمیاد که یه بار دیگه شاهد این سادگی بخصوص باشن. الینور در زمان عرضه از اون بازی‌های جدید راکستار بود که به مجموعه های شناخته شده این شرکت تعلق نداشت، اما حالا این بازی لایقشه که مجموعه مجزای خودشو داشته باشه. بدون تعارف، ما دوست داریم دوباره مثل قسمت اول در دل یه بازی کاراگاهی درگیر کننده قرار بگیریم، عنوانی که بعد راکستار اونو بسازه و مثل تمام عناوینی که معرفی کردیم قطعاً شایسته دریافت یک دنبال است.